Bismillahirrahmanirrahim. 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 با نام خداوند بخشاینده مهربان، خالق آسمان ها و زمین، نور آسمان ها و زمین، صاحب عرش عظیم، رب آسمان ها و زمین و پادشاه آسمان ها و زمین، همیشه صحبت خودم را آغاز میکنم. اوست که خالق آسمان ها و زمین است و اراده بر هر چیز بکند بر او و او به وجود می آید. اراده بر هر چیز بکند او متعلق می شود و انجام می گیرد. اسمم فریبرز، متولد ایران هستم. وابسته به هیچ گروه سیاسی، غیر سیاسی، حزب، دسته و سازمان و تشکیلاتی نیستم. وابسته به هیچ دولتی، حکومتی، کشوری بر روی این سیاره و این زندگی زمینی نیستم. فقط و فقط به خدا یکتا وابسته هستم و هدف از پر کردن این ویدیوها حمایت از دین اسلام، حمایت از ادیان الهی، حمایت از پیامبران خدا و حمایت از محمد سلام الله است. زیرا که حکومت ایران، سیستم ایران، جمهوری اسلامی ایران از نام اسلام سوء استفاده می کنند و از نام دین خداوند و پیامبر خدا سوء استفاده می کنند و ظلم ها، قتل ها، جنایت ها، تبهکاری ها، فساد ها و تمام زشتی هایی که بدترینشون ها را حکومت جمهوری اسلامی انجام داده بر روی این زمین دست دادن و مفسد فرعرش شدند، متاسفانه از نام اسلام و دین خداوند و حضرت محمد سلام الله استفاده می کنند و من وظیفه دارم طبق فرامین خداوند در آیات الهی از دین اسلام و حضرت محمد حمایت کنم و تا زمانی که زنده هستم هیچ کسی اجازه نمیدم از نام خداوند و نام ادیان الهی و نام پیامبران خدا و نام محمد سلام الله سوء استفاده کند. ما وظیفه داریم از زیبایی، عدالت، برادری و تمامی زیبایی هایی که در تمامی زمان ها انسان ها به دنبال آنها بودن، خداوند در آیات کتاب های الهی انسان ها رو به آن زیبایی ها تشویق میکند، راهنمایی میکند، توصیه میکند و امر میکند به آنها بپردازیم و زندگی زیبا تا انتهای نسل بشر بر روی این سیاره به وجود بیاریم. و من جا هستم که اجرای امر به معروف و نهی از منکر کنم، انسان ها به زیبایی دعوت کنم و از کارهای زشت من بدارم با دلیل، برهان، منطق، فلسفه، این دانش، فطرت انسانی و آیات خداوند که همیشه عرض میکنم این مجموعه به هم محق بشوند، انسان را دارای زیباترین دلائل و منطق و روش زندگی قرار میده که آنها در تمامی کتاب های آسمانی وجود دارند. حکومت اسلامی ایران، جمهوری اسلامی ایران تبهکاری ها کردن، فساد ها کردن. در هر جلسه مطالب یا مطلبی را عرض میکنم که امیدوارم حائز اهمیت قرار بگیره و ما را در پیمودن راه صحیح، به وجود آوردن راه صحیح یاری کنه. گفته های من و از نام اسلام و آیت خداوند یادگار زیبایی برای این نسل و نسل‌های آینده بگذارم. خبردار شدیم که در ایران سال هاست تعدادی از مردم و گروه هایی از مردم و گروه های از این رهبرانی که در کشور ایران وجود دارند به اسم اصلاح طلبان با حکومت جمهوری اسلامی ایران مخالف هستند و انتقاد میکنند و منتقد هستند. امروز بحث ما این است: اصلاح طلب یعنی چی؟ یعنی اشتباهی بوده، غلطهایی بوده، کارهای ناپسندی بوده، اینا میخوان اصلاحش کنن بدون هیچ تعارفی به اصل مطلب بپردازم. موقعی که یک مثال بزنم، یک حوض، یک استخر تمام آب آلوده است، زمین اون آب آلوده است، شما چگونه میخواید اون اصلاح کنید؟ چون که خودتون هم جز اون آلودگی بودید. مثال دیگه بزنم، زمینی هست که گیاهی، سبزه‌ای و درختی در آن رشد نمی‌کند، چون زمین باربری نیست، زمینی نیست که بتونه ذره‌ای و یا دانه‌ای در اون رشد بکنه، چون دارای اون موادی که یک زمین باید باشه که دارای یک گیاه و یک بذر و یا یک درخت در اون رشد بکنه وجود نداره. حکایت جمهوری اسلامی این است.
زمین جمهوری اسلامی، اون استخر جمهوری اسلامی تماما از اون ابتدا اساس اون استخر، اساس اون زمین با سیاهی تولید شد، با قوانین اشتباه تولید شد، با ظلم و جنایت تولید شد، با اصولی که مخالف احکام خداوند در قرآن مجید است تولید شد، ولی به نام اسلام تولید شد. شما میخواهید بیاید اون سیاهی ها رو اصلاح کنید؟ شما خودتون جز اون سیاهی ها بودید. کسانی که میخواهید اونا رو اصلاح کنید، خودتون اول خودتون رو اصلاح کنید. هر کسی که میخواهید باشید باشید. نام و مقام شما برای من هیچ فرقی به وجود نمیاره. میخواهی رهبر ایران باش، میخواهی رئیس جمهور باش، میخواهی رئیس شرکت باش، میخواهی وزیر مجلس باش، میخواهی آیت الله باش، تمامی شما در راه سیاهی قرار گرفته اید. خودتون در ایجاد اون سیاهی، اون زمین نابارور و ناباور، نابارور به زبان فارسی، زمینی که زیبایی و بذر و درخت و گیاه تولید نمی کنه، خودتون ایجاد کننده اون زمین شدید. یعنی زمین شیطانی به وجود آوردید. یک استخر آلوده که اساس اون استخرم دیوارهاش تمامیان آلوده است به وجود آوردید، چی برسه به آبش؟ اون استخر اون آب رو آلوده کرد. و شما که الان ادعای اصلاح طلب می کنید، خودتون جزء اون سیاهی ها بودید. خودتون جزء کسانی بودید که احکامی رو که یادآوری می کنم، مانند ولایت فقیه، مانند قوانین ظالمانه، مانند ندادن آزادی، مانند ایجاد تفرقه کردن در جامعه اسلام، مانند ایجاد نکردن اسلام صحیح و تاریکی سیاهی با رهبری آقای خامنه‌ای، خودتون و یا پدرانتون و یا نیاکانتون دست داشتید. حالا اومدید میخواید اصلاح کنید. اول خودتون اصلاح کنید، یک. بعد از اون برید اون قوانین اصلاح کنید، دو. سوم، برای اصلاح اون قوانین باید شما اصلا سیستم رو عوض کنید. قانون اساسی ایران عوض بشه، چون خودتون نمیتونید اون کار بکنید، چون خودتون جز اون ایجاد کننده اون سیاهی ها بودید. مردم رو تحت ظلم و ستم قرار دادید. مثل این میمونه که یک گروه گنگستر، یه مثال دیگه بزنم، یک گروه مافیا، یه گروه قاچاق مواد مخدر مثلا، همشون در قاچاق مواد مخدر قرار دارن. یکی از اون رهبران قاچاق مواد مخدر مثلا طبق اون سیستمی که خودش داره عمل نکرده، بعد دیگری میخواد بیا کسی که جز خود اون قاچاق مواد مخدر است اون اصلاح کنه. در ایجاد قاچاق مواد مخدر و توسعه و تجارت اون راهی رو به وجود بیاره که خودشون میخوان بهتره. حکایت این اصلاح طلبان این شده. همتون در اون سیاهی قاچاق قوانین خداوند قرار داشتید. قوانین خداوند رو به سیاهی چجوری دادید؟ آیا این مثال ها کافی بود که براتون زدم؟ نه، فکر نمی کنم کافی باشه، چون خودتون اصلا نمیدید کجای کار قرار دارید، چه مسئولین کشور، چه کسانی که الان اومدید میگید اصلاح طلبی میخواییم بکنیم. برای اصلاح کردن ما باید اول اون اصول رو نگاه کنیم. یک مثال دیگری بزنم، مانند یک تیم ورزشی. یک تیم ورزشی میخواد ورزش بکنه، ولی تیم دیگه میخواد بیاد قتل عام بکنه. قانون اسلام مانند اون تیم ورزشیش، انسان ها با همدیگه به یک تیم اجتماعی ملحق میشن. قوانینی که در اون تیم وجود داره باعث روشنایی، زیبایی، عدالت، آزادی، استقلال، رفاه، توسعه، پیشرفت، انسانیت، محبت، شرافت، عطوفت، قوانین زیبا و روابط زیبا به کشورهای دیگه و کشورگشایی نکردن و صلح و آرامش در اون قوانین در اون تیم وجود داره. تیم اسلام یعنی این. ولی شما تیمی وجود آوردید که ورزشی نیست. تیمی رو به وجود آورد آقای خمینی، باشگاهی رو به وجود آورد که تمام در مسیر سیاهی، قتل، جنایت، آزادی رو سلب کردن، استقلال کشور رو به هم زدن و با کشورهای دیگه قوانین و قراردادهای ظالمانه برقرار کردن، آزادی ندادن و اسلام رو به شکلی که در قوانین خدا وجود داره اجرا نکردن. شما میخواهید بیاید حالا اون زشتی هایی که اون سیاهی هایی که در این تیم غیر ورزشی خودتون وجود داره، تیم سیاهی و تاریکی و شیطانی، میخواهید اصلاح کنید. همتون از دم جز اون تیم شیطانی قرار دارید. چی رو میخواهید شما اصلاح کنید؟
شما اول برید مغز و فکر خودتون اصلاح کنید، چه از اون رهبر قبلی، چه از این رهبر فعلی، چه تمام کسانی که در ایران اکثرتون مصدی کارها شدید و به خاطر یک لغمه نون، یک مقام و با نامهای فریبکارانه به اسم ایران به غیر فریب و بعضیاتون که نیت پاک دارید بلکه اومدید فریب این شعارهای نابهنجار و فریبکارانه آقای خمینی و آقای خامنه‌ای رو خورده که خودشون اهم از دم و با شما در مسیر اون باشگاه سیاهی و شیطانی قرار دارید. حالا شما میخواید اصلاح کنید، اصلا شما معنی کلمه اصلاح رو میدونید؟ اصلا دین اسلام ایجاد اصلاح میکنه، انسانها رو صالح میکنه، اما اون قوانین جمهوری اسلامی انسانها رو که صالح نمیکنه، ایجاد اصلاح نمیکنه در جامعه. که چرا؟ چون اکثر قوانین گذاشته مخالف اسلامه. مثل یک باشگاهی شده که فقط میگه آقا شما یونیفرم بپوش. یونیفرم این آخونده چیه؟ عمامه، عبا. یونیفرم زناشون چیه؟ چادر و مثلا روسری. اینا رو کردن معیار اصول اساسی انسانی در اجتماع. که در ویدیوهای قبلی هست که این کوچکترین نکته است که مثال زدن. از قوانین اقتصادی بگیر، کشوری بگیر، روابط خارجی با کشورهای دیگه بگیر، ایجاد آزادی در کشور بگیر، ایجاد رفاه در جامعه بگیر و نکات دیگه در هر ویدیو عرض میکنم که امروز نکته من این اصلاح و اصلاح طلبان است. نکته امروز من اینه. شما اصلا خودتون در مسیر اصلاح قرار ندارید، که قانونتون قرار نداره. در یک باشگاه یک تیم شیطانی و سیاهی قرار گرفتید در اصلا آقای خمینی ساخته شد. شما چشونی میخواید اصلاح کنید؟ اون قانون باید راهش اینه. اون قانون همه تون باید اصلا کلن اکثرتون دستگیر بشید، مجازات بشید با اون جرم هایی که کردید. پس از اون اگر انسان هایی که قتل جنایت نکردید و نیت پاک داشتید، فریب این قوانین این آقایون آیت الله ها رو خوردید، فریب آقای خمینی و خامنه‌ای و ایادین ها رو خوردید، اگر در قتل جنایت شرکت نداشتید، اگر در کارهای زشت و ناپسند شرکت نداشتید، اگر در اموری قرار داشتید که خواستید به انسان ها کمک کنید ولی نمیدونستید کمک کردن چگونه بوده، راه صحیح چه بوده، اگر چهار تا آدم سالم هم توتون قرار داشته باشه، اون سیستم اون باشگاه آقای خامنه‌ای اصلا باید واژگون کنید و مجددن یک سیستم اسلامی حضرت محمد سلام الله ساخته بشه. این دوها رو من پر میکنم برای این. در اون سیستم حضرت محمد، در اون باشگاه حضرت محمد، در اون تیم خداوند، در اون باشگاه خداوند که باشگاه اسلام نام داره که من مثال های میزنم که شما راهنمایی کنم، پس از اون در اون باشگاه اگر کسی خطا بکنه، بله، بعد اون خطا رو درست کرد، اصلاح کرد. اما شما اصلا در اون مسیر صحیح حضرت محمد قرار ندارید که اومدید به ادعای اصلاح طلبان. همه تون از دم در باطلاق قرار دارید، خودتون با همدیگه دارید مجادله میکنید، مثل گروه های گنگستر و مافیا و آدم کشا. همه تون با هم در گروه آدم کشی قرار گرفتید، حالا میخواید یه گروهتون با اون گروه قبلی یا گروه بعدی مبارزه کنید که مقام رو به دست بیارید. یکی دوتا مثال مثلا ممکنه بهتر از اونا بزنید که تازه اون بهترش هم بازم در ظلم سیاهی قرار داره. کجای کارید شما ها؟ از اسلام اینقدر دور شدید، از راه خداوند دور شدید، از اهتن صراط مستقیم دور شدید، از صراط مستقیم دور شدید، میخواید بیاد به نام اصلاح طلبی؟ اون قانونگذاران و مصدیان که شما رو میگیرن از شما ابلهتر، خود شما هم از اونها ابلهتر. امروز چی بیان کردم؟ صحبت به دورازور نبرم. در ایران سیستم اسلامی نیست، دین خداوند اجرا نمیشه، باشگاه خداوند که باشگاه اسلام است اجرا نشده نمیشه و تمام کسانی که چه در این حکومت کار میکنید چه کار نمیکنید، مخالفید، اصلاح طلبید، هر چیز، همه تون در سیاهی قرار گرفتید. فقط مردم عادی هستید که با این حکومت همکاری نکردید و تحت ظلم و ستم قرار گرفتید. از این مردم عادی نیکان صالحان به روی کار باید بیان و با سرنگون کردن این حکومت جمهوری اسلامی ایران این مؤثره. این حکومت تماما باید عوض بشه، اصلا قانون اساسی باید عوض بشه، حکومت اسلامی صحیح بر اسلام در جامعه ایران به وجود بیاد و انسانهایی که از درک اسلام آگاهی دارن، انسانهای پاک صالح از توده خود مردم بر سر کار بیان، کاری که حضرت علی سلام الله کرد پس از اینکه حکومت رو دست گرفت.
راه انسان ها باید این گونه باشه، همجور که محمد صلی الله پس از اینکه حکومت در دست گرفت نیکان و صالحان و متقیان رو بر سر کار قرار داد، نه کسانی که عمامی میذارن سرشون، زنشون چادر سر میکنه، درستکاران، کسانی که واقعا معنای تقوای واقعی نیکی و صحیح رو فهمیدن. صحبت امروزم رو با یکی از سوره های بزرگ خداوند اختمام میرسونم، امیدوارم استفاده قرار بگیره. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، شر الوسواس الخناس، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنة والناس. به نام خداوند بخشاینده مهربان. در این سوره بسیار آیات شگفت انگیزی قرار داره که در بخشی که در زبان فارسی بتونم ترجمه کنم، به نام خداوند بخشاینده مهربان بخوان و بگو به نام پروردگار انسان ها، ملک الناس، ملک و پادشاه انسان ها، شر وسواس خناس، از شر و وسوسه انسان های خبیث خدای تو پناه بر ما یاری کن، الذی وسوس فی صدور الناس، و از طرف انسان های ساده میشه که در مسیر سیاهی قرار دارن. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، خدای مردم، پادشاه مردم، آفریدگار مردم، من شر الوسواس الخناس، الذی یوسوس فی صدور الناس، از طرف کسانی که این افکار شیطانی رو وسوسه میکنم تو پناه میبرم خدایا، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنة والناس، از گروه جن و انس و انسان به انسان های افکار شیاهی، سیاهی و تبهکاری و وسوسه های شیطانی و کارها و وسوسه های شیطانی میخواد بر ما توجه میکنه خداوند به تو پناه میبر. همراه با این پناه بردن وظایف انسانی رو انجام بدیم و با ظلم و شقاوت جمهوری اسلامی همکاری نکنیم و این سیستم جهنم وارد بشه و ما انسان ها راه محمد صلی الله رو طی کنیم. روز شما بخیر.